سلام، با برنامه تحول خوش آمدید. در رابطه با کارکرد یوناما در افغانستان صحبت میکنم با مهمانان بس، آقای توریالله همت، آگاه سیاسی که اینجا در استودیو با ما هستند، آقای فضل مین الله ممتاز، تحلیلگر سیاسی همچنان در استودیو با ما هستند و آقای آصف مبلغ، پژوهشگر در پوهنتون آکادمی ترکیه از ترکیه با ما روی خط اسکایپ وصل هستند. مهمانان را به بس خوش آمدید میگم. همت صاحب، اجازه بدید بس را با شما آغاز بکنیم. کارکرد یوناما در افغانستان یا سازمان ملل در افغانستان را در 20 سال چگونه بررسی کردین و در 20 سال گذشته نقش این سازمان برای ثبات افغانستان چگونه بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سخی زاده صاحب، زتا تا و دیر محترم و استاد فضل من الله ممتاز صاحب تا و دیر محترم مبلغ صاحب تا او د آریانا تلویزیون محترم و کارکونکو او لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زکه مبالغه و نکم، ز د سیوایم چې امریکا چې څه کړي په دا شلو کلو کې دغه لاسپیکر او ترجمان چې و یوناما و که هغه په انتخاباتو برخه کې و که نور هغه کې و که نه، دا باید خپل استقلالیت یې هغه وخت هم ښودلی وای. یوناما چې د ملل متحد یو اداره ده او یا یې اوس وښیي، خو هغه وخت کې چې کله امریکایان راتلل د یوناما په شمول، نو په هغه وخت کې صفر ته مخدره مواد راغلي وو، صفر. د اسلامي امارت چې کله ړنګېده، بیا چې دوی کله وتل د شلو کلو کې په ټول افغان دنیا کې 98% مخدره مواد افغانستان تولیدول، خو یوناما پېچوپ خوله وه، ځکه د امریکا پکې ګټه وه. د ورځې به 100 کسانو پورې وژل کېدل، ښځې واړه او ماشومانو زنانه او کلیوال، او یوناما پېچوپ خوله وه. په هغه کې د موږ 4.5 میلیونه نیشایان ښځې او نر، دا د موږ حتی انجینران د موږ نیشایان سو په دې شلو کلو کې دا پې خوله پټه وه. ښځو سره هغه برخوردونه وشول چې بندیخانې ته ډکې وې، د باګرام، د ګونتا، د قندار او د پولي چرخي ته 80,000 پورې د موږ نرو ښځې بندیانو یوناما یوه ورځ ونه ویلې چې دا حقوق بشر دي یا څه دي، دا د جمهوریت نقص کړی یا څه. کله چې انتخابات وشول، په میاشتو به هغه نتیجې نه معلومېدلې، حتی تر کلونو رسېده او لانجې او مشکلات به ول. داسې کسان هم زه پېژنم چې 13 رایې وړې ولې، 13 رایو باندې دی وکیل د پارلمان سو، دا د یوناما له برکته. نو زه داسې وایم چې یوناما چې د یو لاسپیکر تر اوسه پورې خو یو لاسپیکر او یو ترجمان د امریکا ده، ځکه چې کسی کې نان مې ده او پرمان مې ده، چا توپک دی چې په اوږی دغه په خوښه به ډزې کوي. یوناما ته و ملل متحد ته فنډ اکثره امریکا ورکوي، نو امریکا چې څه ورته وایي، امریکا کوي چې ګل ګلزار ده افغانستان، یوناما وایي ګل ګلزار ده، ځکه دا شل کرو کې کوم شیانو په ټوله دنیا کې اولین لمبر په فساد کې د افغانستان حکومت و. اوس دوی وایي هغه وخت کې سیګار څه ویلې، خو یوناما پې چوپه خوله وه. نو یوناما هغه څه وایي چې امریکا ورته هدایات کوي د امریکا د خوشحالولو لپاره، چې امریکا وایي ورځ ده، دوی وایي ورځ ده، او که شپې ته هغوی وایي ورځ ده، ورځ ده، چې ورځې ته شپه وایي شپه ده. برمیگردم روی ازی که چرا تحت تاثیر دارندگان قدرت و ثروت عمل کرده. سپاسگزار آقای همت. آقای ممتاز، تعریف شما از یوناما چی است؟ آیا این سازمان تحت تاثیر دارندگان قدرت و ثروت عمل کرده یا بر اساس طرز العمل های واضحی که این سازمان بر خودش خط مش تعیین کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام به بینندگان عزیز، خدمت مهمانان حاضر در بحث. جناب بزرگوار، قسمی که جناب استاد بزرگوار توریالله همت، بله گفتم توریالله همت میگم به خاطر اینکه ام دوره و ام سنفی ما بوده قبل از 35-40 سال پیشتر. دوست عزیز ما در قسمت مسئله یوناما، مسئله ملل متحد، بحثایی که صورت میگیره، عموما بسی از دوستای ما در افغانستان تو فکر میکنه که یوناما یک مؤسسه خیریه اسلامی است آن، و به خصوص که وقتی که همه دیپلمات های ما، مسئولین ما با اینا برخورد میکنند، بسیار به ساده لوحانه و بسیار چی طبیعت افغان ها همی است که اصلا مسئله نشست دیپلماسی را و مسائل مصالح منافع متبادل و موضوعات دیگر همیشه رو فراموش میکنن، دایو با یوناما برخورد میکنن در نشست های دیپلماسی. میگن ما یک چند سال دیپلمات بودم، چی بودم درستی موضوع را درک کردیم.
نقش یوناما مثل ازی که استاد ما گفتن جناب بزرگوار از جمله یکی از وسیله برای تحقیق اهداف و مصالح منافع قوتهای بزرگ بخصوص امریکا. یک حقیقت است و بزرگترین فاجعه را که در افغانستان بار آوردن که حالا فعلا عکس العمل از اون میبینیم، نتیجه عکس العمل اینه، ما به صراحت صحبت میکنم آن چیزی تعاملی که طالب امرای خانم ها میکنه در قسمت مدارس است، مکاتب است، در قسمت پانتونا است، در مقدمه این نتیجه اونمو اعمال مؤسسات خارجی جهت خارجی بودن که در افغانستان در سابق اینا انجام داده بودن. طبیعی که جنگجویای طالب، مجاهدین طالب بگوییم، جنگجویا یا مجاهدین طالب اینا اونمو انگیزه ای را داشتن در مقابل جنایت اخلاقی را که در 20 سال جهتای خارجی، مؤسسات خارجی، یوناما بوده، جهتای دیگه بودن، اینا در افغانستان مرتکب شده بودن، یعنی سبب انگیزه شد. اگر شما یاد داشته باشین، من از میز شما بارها گفتم که یعنی بعضی اعمال از خارجی ها، مؤسسات خارجی طالب سازی است، بلکه فراخان است، از فراخان جوان است به صفوف طالبا در امو زمان میگفتم. و از بنا آن بزرگترین کاری را که اینا انجام دارن در افغانستان است که جنگ فرهنگی را در افغانستان برای انداختن. منظور اینا جنگ فرهنگی؟ منظور جنگ از فرهنگی بسیار معذرت میخوایم برای خدمت تاسو کنم. بعدی بعض واقعات تلخ بگویم، وقتی که ما طالب برش میگیم به اینجا فعلا ما فعلا در بین آتش قرار داریم، فعلا ما وقتی که هر سخن میزنم سخیزاده سای بزرگوار، هر حرفی که ما میگم ما با آتش بازی میکنم. مثل که حالا این گپ حالا نمیگم که در زمان اشرف غنی در اون وقت گفتن که اشرف غنی فرار میکنن، گفتی دیوانه است، خب بی رقم گفتن افشرف ولی فنا بی. ما برشان گفتم که اینا همه بستری خود بسته کردن، ولی وقتی که حقایق میگم در این زمان برات میگم، در مو زمان برات گفتم که در پانتونی امریکایی وقتی که ما اسناد کشیدم، وقتی که فیلم ها کشیدم و اسناد کشیدم بردم به وزارت اطلاع فرهنگ و به مدیا کشیدم که در اونجا آن رزالت و ابتذال و پستی و آن بد اخلاقی که در پانتون امریکایی جریان داشت، جنسگرایی جریان داشت در پانتون امریکایی، در اون زمان مرا محاکمه کردن، مرا به سرنوالی بردن، مرا معرفی کردن در قصبه در جنایت سنگین مرا بردن، به خاطر ازی که گفت تا وقتی که برش اسناد کرد. حال در قسمت یوناما بیم، نقش یوناما در این مدت از این 50 سال کاملا در افغانستان منفی بوده. اجازه بدین من امیر یک نقطه اخیر تکمیل کنم. چه رقم یک تعداد کسا شاید بگوین، یک تعداد کسایی که به نام روشن فکرا یا دموکرات ها یا دموکراسا اینا میخواد بگوین که چطور ممتاز صحبت میکنه به خاطر ما براتون انتخابات نشان همه چیزی که به نام دموکراسی میگه جعلی بود یا نبود. نه اجازه بدین، چند دوره انتخابات که صورت گرفت جعلی بود. ما در یکی از نشست ها با اونا قرار داشتم که دو تن از خانم ها آمد نامایشان گرفتم ایتانم و برشان بسند گفتم ایتانم. دو تن از خانم ها از کسایی که کاندید بودن آمدن گفت که در مقابل کاندید شدن ما، موفق شدن ما، از ما تقاضای نامشروع کرده. یونما کامل سکوت بود. حال شما دیدین که این ده دور انتخاباتی که پارلمانی بود، شورای ولایتی بود، این ریاست جمهوری بود، مبتذل‌ترین انتخابات بود. حتی اینا جنایت به دموکراسی کردن. حتی امروز مردم از نام ملل متحد، از نام یوناما، منام این حقوق بشر، حقوق زن، مردم نفرت دارن به خاطر تمثیل کننده جا. شما فکر کنین حقوق بشر که یوناما میگفتن از دفاع میکردن، شما فکر کنین در مدت 18 سال مکمل حقوق بشر به حقوق سیما سمر تبدیل شده بود یا نشده بود؟ درست است یا نه؟ یعنی شما فکر کنید فقط یک طایفه معین، یک جهت معین، از نگاه سیاسی میگم، از نگاه قومی نمیگم، از کسا مذهبی نمیگم، از نگاه یک طایفه ماویست ها معین حقوق بشر اینا اجاره کرده بودن به خاطر مصالح منافع سیاسی خود در مدت 20 سال اینا مسلط بود که در رأس سیما سمر بود و اسپنتا بود، یک کسای از ماویست ها بود،
که بجز از تن فروشی بجز بد از اخلاقی دیگه کار نداشتن، به او خاطر یوناما سکوت کرده. دوم، بدبختی دیگر که برای ما آورده به نام هنرمنده، اجازه بتیم که حال ما فعلا در آتش میسوزیم، حال فعلا زیر ساتور طالب هستم، فعلا ما فعلا هر لحظه هر دقیقه ما محروم از همه اعمال خود هستیم جناب بزرگوار، به سبب اونمو اعمالی را که اینا انجام دادن. یوناما اونمو رقاصه ها اونمو به نام هنرمندا که می بود سازنده بودن که مبتذل ترین طبقه جامعه در مقابل علما اونا را تشویق کردن. امروز عکس العمل طالب ما میبینیم در مقابلش. بنا ان یوناما وسیله، یکی از وسیله و وسیله به خاطر تحقیق اهداف قدرت های بزرگ است، بخصوص امریکا. سپاسگزار آقای ممتاز، ممنون. وقفه کوتاه. باید ما باز هم خوش آمدید. آقای مبلغ شما هم خوش آمدید میگم. آیا شما هم با صحبت های دو مهمان دیگر که آقای ممتاز و همت صاحب هستند در استودیو با ما، موافق هستین که سازمان ملل در افغانستان ناکام بوده، نتونسته کارهایی را که باید انجام میداد او را به انتهایش برسانه و تمامی فعالیتاش در افغانستان منفی؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما، مهمانای محترم شما و ملت شریف افغانستان. خب یوناما میفهمید که طی یک قطعنامه در سال 2002 ایجاد شد. یک بخش خاصی از سازمان ملل هست و دو شاخه داره، یک شاخه سیاسی هست و یک شاخه کمک رسانی هست، اجتماعی هست. شاخه سیاسیش در کارهای مثل تثبیت یک دولت مدرن، تدویر انتخابات و مسائل از این دست در 20 سال گذشته فعالیت میکرد. بخش کمک رسانیش هم شما میفهمید که در بخش‌های مختلف از جمله قدرت ننسازی زنان و یا دستگیری از اقشار آسیب پذیر، در قسمت بالا بردن نرخ سواد، در قسمت ها کار میکردن. واقعیتش این هست که عملکرد یوناما را نمیتونیم تماما ما سیاه تلقی بکنیم و یا تماما بدون عیب و سفید تلقی بکنیم. یک ارگان سازمان ملل هست که سالانه ماموریتش بر اساس دستورالعمل‌های شورای امنیت سازمان ملل تمدید میشه. در سال 2022 هم بعد از اینکه گروه طالبان به قدرت رسیدند، ماموریت یوناما برای یک سال تمدید شد. در این مدت هم بسته های پولی را که به افغانستان می آید برای حفظ ثبات پولی از مجرای یوناما هست، شما می فهمید. و بعد از او کارهایی را که در قسمت توزیع نیازهای اولیه و کمکهای اولیه به مناطق و به مردم افغانستان صورت می گیره هم به درخواست یوناما انجام میشه. اما اینه که در طول 20 سال گذشته چه عمل کرده را داشتم، من هم در بخش از قسمت ها موافق هستم که مخصوصا در قسمت راپوردهی راجع به تدویر انتخابات کوتاهی های بسیار زیادی را داشت یوناما، مخصوصا در انتخابات اخیری را که برگزار شد با صحه گذاشتن برای انتخابات پر از اشکال یوناما اعتبار خودش را در حقیقت زیر پای گذاشت. منتها نقش یوناما در کمک رسانی به مردم افغانستان و ایجاد یک کانال ارتباطی بین افغانستان و جامعه بین المللی بی‌بدیل بوده. درست، ولی مبلغ صاحب اجازه بدین من همین مورد را کمی برجسته بسازم. شما گفتین روی دو شاخونه فعالیت میکنن، سیاسی و اجتماعی. در قسمت دولت مدرن اشاره داشتین، همین در 20 سال گذشته آیا تانسته که یوناما در قسمت یک دولت مدرن در افغانستان کار بکنه؟ و در قسمت زنان هم اشارات داشتین، آقای ممتاز یک تصویر دیگری داشتن از این وضعیت. ما میخوایم همین مورد را کمی روشنتر بسازیم. در این دو قسمت در 20 سال گذشته یوناما چقدر موفق بوده؟ خب ببینید، ما اگر واقعا بیاییم بدون کدام حب و بغضی به مسائل بپردازیم، در 20 سال گذشته بعضی از پایه‌های اساسی گذاشته شد. بحث تحولی که در مدیا به پیش آمد، بحث تحولی که در
اطلاع رسانی جمعی به وجود آمد، بحث تحولی که در عرصه آموزش به وجود آمد، تحولی را که در ایجاد و شکل دهی نهادها هرچند مشکلات وجود داشت، نهادهای آموزشی بگیرید تا نهادهای دولتی از تقنینی تا اجرایی، ما پایه‌های یکسری نهادهای را بعد از این که تمام نهادها در طی جنگ‌های داخلی از بین رفته بود گذاشته شد. و ترس ما امروز متاسفانه ای هست که خدای نکرده نهادهایی را که با خون دل و با پول ملت افغانستان به وجود آمده باز هم اینا از درون فرو بپاشند. نهاد تعلیم و تربیه، نهاد آموزش عالی، نهاد مربوط به نظام و عسکری، مربوط به خدمتتان عرض کنم که نهادهای مسلکی که در درون دولت هست. بنابراین در تمام اینا در هماهنگی اینا یوناما نقش داشته، اما اینه که ما یوناما رو فقط تقلیل بدیم به ترویج فحشا و یا مثلا اباحه‌گری و یا ترویج آن چیزی که خلاف فرهنگ مردم افغانستان بوده، من این را بدبینانه میبینم. آقای سخیزاده، من فکر میکنم اگر ما به همین قدر بدبینانه تنگ نظرانه نگاه کنیم، او وقت باید واقعا در تمام تحول، تکامل، در آموزشگاه ها، در فعالیت بروی زنان، همه چیز را باید ببندیم. من فکر میکنم یک مقدار باید خوشبینانه نگاه کرد و به پدیده های نوی که امروز در جوامع انسانی جواب داده. بله. از لحاظ اجتماعی مثل مشارکت زنان، مثل آموزش زنان، مثل نهادسازی برای زنان، امپاورمنت و بحثای از این قسم در تحولات اجتماعی جوامع جواب داده. اگر افغانستان و متفکرینش به دید بد نگاه کنه و تمام اینا را پس بزنه و نهادهای بین المللی را مروج فحشا تقلیل بده، ما از درون آسیب میبینیم. سپاسگزار. ولی موردی که گفتین، کارهای یوناما در قسمت توزیع کمک و موضوع بسته های پولی را اشاره کردین، ولی گزارش های وجود داره که از این پول ها نظارت درست صورت نمیگیره. ما همین چند روز پیش برنامه داشتیم، تعدادی از کارشناسان به این باور بودند که همین پولها زمان کمیه از سوی بعض شرکت ها قبلا ورق و موارد لازمش تهیه شده، به بانک ها سپرده شده، پولها میرن جیب افراد و اشخاص دیگر. حتی گزارش های وجود دارد که خود همین سازمان بارها گزارش را کرد که تقریبا 28 میلیون نفر یا کم و بیش در افغانستان با فقر مواجه است. پس کجا موفق بوده؟ در قسمت بسته های پولی هفتوار 40 میلیون دلاری ما هم اعتراض داریم. ما در ترس ما از این هست که بسته های پولی به ترویج تروریسم کمک بکنه، به نهاد شدن استبداد کمک بکنه. بنابراین تماما پیشنهاد مردم ما، پیشنهاد صاحب نظرها به سازمان ملل ای بود، به جامعه بین المللی بود که اینا به نیازهای فوری و ارجند مردم افغانستان از جنس کالا، دارو و غذا باید اختصاص داده شود و مواد انرژی و سوخت. اینه که اینا به شکل بستهای پولی می آید به بانک در افغانستان، بانک تحویل می شود و بعد یوناما در همکاری با طالبان خرج میکنم، حتی تحت کنترل اداره بازرسی ایالات متحده هم نیست. شما میفهمید به دلیلی که اینا خواستن قوانین بین المللی را دور بزنن، چون طالبان مورد شناسایی بین المللی نیست، رسما نمیتونه به اونا پول بده، بنابراین به یوناما میبره به شکل نقد، نه به شکل ترانسفر از حساب به حساب. اینا تماما سوالزا هست. اما در اینجا نقش یوناما چقدر هست، این رو باید دقت بکنیم، چون در اینجا حکومت فعلی دخیل هست و مجموعه هایی را که اونا به اصطلاح توصیه میکنند دخیل هست. اما در کل وقت شما میبینید نقش یوناما رو من فکر میکنم با تمام کاسته هایی که وجود داشته در تحولات اخیر افغانستان نقش داشته. سلامت آقای مبلغ، برمیگردیم به شما. آقای همت، بیایم روی همین نقش یوناما چقدر از افغانستان هم بحث داشته باشیم. چی کرده میتونه یوناما در افغانستان؟ سخیزاده سیب زوال دو نوایم چه الحمدلله چه استاز محترم خود طالب نده دی جمهوریت دیپلمات خپل ویلی
که منگا چه ویو نو خلق وی چه دا طالبان دی دا خبری که دی جمهوریت وقت شل کلو که چه نریوال و عطت صلوح ملکو کم ظلم کم ناروا کم بیهایی پا افغانانو که خورا کرده او خوراول ادا چه افغانان متدین او غیرتی خلق دی تو ناصر پیونه که غوی خدا نگو که غوی خوطل چه دا طول بیهایی و بیچکی خوزو استاس تاویم چه امارت اسلامی مرزی و غرزی نقادانم پیزنی او سالم تاغونه نقادانم پیزنی سری استرگ گرزا دا جمهوریت نده چه جمهوریت که تو بندی سوی تاغ سوی تا تا چوک جگیم کتلی نیسی چه دکت نمرزی نغرزی او ده تا مطلب سالم نقاده کون نقد چه تو پامارت کیوینه ده ما پا مسئولیت بنده نقد کوه منک منده چه توک نقد که که منگوه چولارو تنخاور کو باید تشویق دی کو ترغیب دی کو او تا ونازو او چه نازوی لی دینسو تشویقوی دینسو تا خو کلا هم تهدیده ونه چه چوک ده تهدیده اگه با ده امارت غلی نی اگه با ده امارت دخمنی رازم ده خبری تا دا چنگ ملل متحد رازم هم ده تا مشخص دا چنگ ملل متحد ده هر کار کولی سی ملل متحد ده کولی سی چه افغانستان یو دولت سلور غلی ری یو چشه ده ولست ده یو جغرافیه ده یو حکمت ده یو حاکمیت دا دی دولت تعریف ده دا افغانستان کې شته کنه تا نه پختنه کوم دی مبالغ سم نه کوم آیا په یو لیش خاوره کې افغانستان کې د سچې ستا چې اسلامي امارت په حاکمیتونه لري یا لري حکومت ده کنه هاو حاکمیت لري کنه ولس لرو کنه 15 میلیون ولس لرو دا ملل متحد ده دا ملل ګورنمنت نه ده دولتونه نه دي مونږ 15 میلیون ولس یو و پنځشنبه پورت په ازبکستان کې هغه دایریږي ملل متحد باندې دا اخلاقی پرزم دی ولازمین ده په چې غوی ته وای چې افغانان ولې نه غواړي دا اسلامي امارت نمائنده وزیر د خارجه یو غواړي چې څه مشکلات افغانستان کې مخامخ ورته وای چې غیر ته جواب درکې دویم دا څنګه ملل متحد چې افغانستان ملت دا خو یو ملت ده چې په غونډو کې نه غواړي څونه غونډې ملل متحد وکړي چوکۍ ملل متحد ته د افغانستان اصلي واکمنانو ته نه ده سپارلې یوناما کوم بنیادي کار په افغانستان کې کړی زه مبلغ صاحب ته وایم دا شل کلو کې یو بنیادي کار راوښی چې د افغانستان کې کړی بس میډیا را اشاره کردن بس اطلاع رسانی آموزش حتی از کوم آموزش ګوره زه دا اوس هم آموزش ته ورسه اول درته دا شینی لیسکم په ارزان قیمت کې دا یقین وکړو چې نه د اوبو سیستم ده نه څه د امغه جمهوریت نه تر سره په اوس دم د موږ نه واقف دي چې معارف به دا کار وکړي دا نون سمشت کړي دا تقصیر چې موږ نه سوې خدای د موږ ته معافي وکړي خو به دا شل کلو کې دوه دانه ده کړي په شل کلو کې یو هغه د سروبي د بند دروازه په سمارت جوړ کړه شلو کرو کې په کروز د امدول خو وشتل سوی و تا اخره پورې جوړ نه سو زه هم یوناما کوم بنیادی فساد مقابل کې ساکته و شلو کلو کې اوس خلک خلاص کړي چې معمولی شی ویني والا اسلامي امارت کې دا شی دی دا شی دی دا شی دی په هغه وخت کې د قتل افغانا ساکت بود به فساد افغانا ساکت بود مخدره مواد افغانستان اول نمبر بود به او ساکت بود در حقوق زن و مرد ساکت بود علی دانش بیدار شوه در امین دو سال چی کرده دا دو کلو کې د رسمیت پیژندلو کوم غک کړي دی یوناما نور د یو کار کړی ده منجمې د پیسې د منګه آزادول غوښتنه د کړی ده د خو د دې امارت پیسې نه دي د خو د 500 میلیون افغانانو پیسې دي د څه کړی دي د افغانستان چوکۍ اغل تاغه څه کړی امارت هغه کارونه کړی دي چې د تیرو حکومتونو یو پسله خو تیرو حکومتونو هم دې ملل متحد په رسمیت پیژندل اوس دم کار وکړي ملل متحد 15 میلیون افغانان په حق لري چې دا وایي چې دغه حکومت په رسمیت پیژندل شي موږ دغه غونډو ته وغواړي همدغه مبلغ صاحب دی وغواړي دغه فضل من الله ممتاز دی وغواړي که امارت غړی نه غواړي خو هغه افغانان دی وغواړي چې افغانستان کې دي د افغانستانو له مشکلاتو افغانانو له مشکلاتو خبر وي دا چې وای 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 مور دی وګي له حاله څه خبر ده ممتاز صاحب چلته هغه خلک چې افغانستان کې وي د افغانانو مشکلات یوناما چې دغه شیان خپري زه بل دا وایم یوناما ته اول دا پکار ده مرد هم حق لري کنه خالي زن حق ده مونږ وایي ښځې د مونږ مور ده ښځې د مونږ کور ده ښځې د مونږ لور ده 4000 فارسي به وایم 4000 نفر د یوناما بود کې د جلال آباد چیز مشکل پیدا شو بند کړ 3700 زن 350 یا 40 نفر مرد است او کار کې مرد میتنه زن میتنه یا چرا مرد استاد رحمت باشا بھائی کی گوف کې 18 ساله 19 ساله 30 ساله زن هم نه میګرو د ټولې چې او حقیقت د هتا قتل چې کایسته دا کنه د تدی هټ پورې ام پکې و غزوړان دي نه زم ځکه خلک بوجدا د امارت غړې ده د امارت هغه کوي خدا الحمدلله وګوره ممتاز صاحب هغه حقایق ویلې ز بیا یو خبره اماره هغه ته کوم کدو رښتیا غواړي چې د خپل حیثیت هغه کی سغزاده صاحب ملل متحد و زه دا څو کار وکي اعلان دی وکي چې افغانستان کې مخدره مواد صفر کړي راوړي فند دی قانون د حقینو ته ورکي د بدیل دا دی اعلان وکي کود دی راوړي کیمیاوي هغه دی راوړي نور شان دی راوړي چې کوم ضرورتونه دي ونه نور د زراعت افغانستان دی وبول لحاظه خپ
غنی ایواد لمر لرو خاواله رو خو یوناما بنیادی کارونه مونږ ته نه دکړي وسم کولای شي چې غو کې پرسمت دا حکومت به جنې غو کې پیسې مونږ جمع 3 میلیارډ پیسې مونږ لا اخلاص شي اعلان تل کې چاته وش ملنه کسان تحت فقر دي او هغه ته دولګي سره لاس گریوان دي اول ته به عمل کې هیڅ نه کوي دا 2 میلیارډ ډالر چې دا یو کال کې را لګلی هغه د دوی 15% د دوی د دفترو مصارف کیږي او هغه غزاف غزاف تنخواګانې دوی اخلي او کورونه په کرایې نیولې دي موټرو مصارف دي دا تقریبا 45% عام افغانانو ته رسیږي هغه ځینې داسې کسان دي هم دوی تقسیموي چې هلته ورسي او بیرته واپس خرڅیږي په بازار کې زه ورته سند راوړم چې دوی کوم مواد تقسیم کړي دي چې اسلامي امارت په هغه کې لاس هغه ونه لري کنټرول بازار کې هغه ټول خرڅیږي سپاسګزار ممنون سمو قیمت وقفه کوتاه ادامه برنامه. آقای ممتاز، چرا باید فعالیت یونما را تنها به فحشا او را تقلیل بده؟ تشکر، زنده باشین که سوال مطرح کردین. آقای مبلغ صاحب، از یک نظریه از تیوری بس میکنه، یکی موضوع تیوری است بله، یکی موضوع عملی وقت ما باید وقت درا باشیم، وقت جامعه خود ببینیم. ما در اینجا چی است وقت جامعه؟ جناب بزرگوار ما، خدمت شما هستم. آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق خانوما، حقوق انسان، موضوعات را که بس میکردن، اینا ارمغانی بوده که بر ما 11 سپتامبر توفه داده بود و سال 58 روسا کامت بر آورده بود از اونجا. اینا همش خواسته و برخواسته از متن و بطن مردم افغانستان، از فکر و مفکوری افغانستان نبود. اگه یادتان باشه دو روز قبل از فرار غنی، اشرف غنی، مردم اینوان نمیکن دستاورت ها میگفت باید که در مذاکرات دوحه دستاورت ها مطرح شد. در عمو زمان من میگفتم کدام دستاورت ها؟ اگر اینا واقعا بسیار عادی بحث کنیم، اگر واقعا اینمی افکار آزادی بیان، آزادی خانم ها، مثلا حقوق بشر، حقوق انسان، دموکراسی، کمونیستی، اخوانی، همین مفکوره ها همگیشان، اگه اینا واقعا خواسته و برخواسته از متن و بطن مردم می بودن، پایه های خدا می داشتن، پایه های خدا می داشتن. آن چیزی را که برای ما سوسیالیستی، آن چیزی را کمونیست ها در اون زمان گفتک، با مجرد فرار نجیب، سقوط اعدام نجیب، هم افکار کمونیستی اعدام شد. ما تا به حال یک کمونیست در افغانستان متاسفانه نمیبینم که مادر خود بدون جنازه دفن کنه. ما تا به حال یک کمونیست شعوری نمیبینم در افغانستان که دختر خود بدون نکاح اینا چی کنن، آریسی کنن. یا کمونیست نیستن اینا، یا منافق هستن، دروغ میگن به افکار خود. به خدا آن کاری را که کمونیستای افغانستان انجام دادن در افغانستان در 14 سال حکم خود، اینا لعنت فرستادن به قبر لیلین، لعنت فرستادن به مفکوری لیلین، ما لعنت فرستادن به اصول و اساسات و اون مبانی افکار کمونیستی و سوسیالیستی، به خاطر کلانترین جنایتی را که در حق سوسیالیسم در قسمت کمونیسم کرده، همی خلقی های نادان و احمق افغانستان بودن جنایت کرده. اجازه بتین در قسمت مسئله دموکراسی و آزادی بیان و این چیزا که شما بیان میکنین، بیاین مثلا آزادی بیان شما بیان. آیا همی کسا قهرمانای آزادی بیان که بودن، اینا خواسته و برخواسته از متن و بطن مردم بودن؟ اینا بودن؟ آیا این مردم در مدتی در سابق، در وقتی که اتحاد شوروی در افغانستان هجوم کرده بود، کسی از اینا، کس قلم به دست از کسی جا وجود داشت توریالای همت در اون زمان هجرت که ما وجود داشتیم که بخلا میکرد، کسی دیگه غیر وجود داشت در اون زمان؟ اینا از بیرون برای ما صادر شدن، از بیرون، کسایی که در جاده های نیویورک و پاریس کجا اینا گارسون بودن، گارسون بودن به نام مشاور آدن. من خدمت شما هستم. منظورتون مشخصا چه کسانی هستند؟ مشخصا جناب بزرگوار، شما ببینید که یک قابله که در مؤسسه مسیحی در کویت کار میکرد زیر اشراف مؤسسات استخباراتی به نام سیما سمر،
آوردن به نام رئیس حقوق بشر یک شخصیتی که اصلا اونا نه حقوق بشر نه حقوق انسان اصلا چیزن. در مدت 18 سال بس ماویست ها را شعله ها را تعیین کردن در اینجا از خاص مسئول هویه. اگر وجود می داشته که امروز ما مثل ما واره در اینجا بین مردم وجود داشته ضرور نیست ما امروز ما با آن مظالمی که صورت می گیره از طرف طالبان از امارت صورت میگیره انتقادهای خودم من امروز دارم اینجا میبینم مشکلات رو دیدم پیش روی شما شاهد قضیه هستن. در اون زمان من 6 مرتبه زندانی شدم. وقتی که شما در اون مدت که من 6 مرتبه زندانی شدم سیماسمر صداش بیرون برآمد حقوق بشر بیرون برآمد به خدا قسم است 6 مرتبه که من زندانی شدم وقتی زندانی شدم وقتی نپولیس سگای خود به مقابل من اعلا کردک منو بردن در منطقه قصبه بردک نه صدای حقوق بشر بودن نه سیماسمر بودک نه یوناما در اونجا وجود داشت نه طرف دیگه آزادی بیانی وجود داشت که از ما دفاع میکردک وقتی سگار در جان من اعلا کردن وقتی که من اختطاف کردن ده ها کسی دیگر را اختطاف کردن. حال شما ببینین کسایی که قهرمانای حقوق بشر بودن اکثرشون بسیار معذرت میخوام اینا رقاصت طبعا غنی اختطاف کردک غنی و اطمار اختطاف کردک جهت استخبارات 01 اختطاف کردن من چایشم کلتون شاهد هستن شاهد وقتی که مختوم رهین بود در 27 رمضان که کنسرت دایر کردک زمانی گفتن که این مخالفت خدا و رسول است مخالفت اسلام است مخالفت افکاری از همین جامعه هم است من در اوجا اینا بندی کردن در او زمان که او قهرمان دموکراسی و آزادی بیان رهین مختوم رهین بود کدام صدای در او زمان بالا شد؟ ما چی گفته بودم؟ زمانی که گفتم در پانتون امریکایی ها فعلا فحشا روان است، امنیتگرایی روان است، من را رفتن زندانی کردن، به سرانوالی معرفی کردن، حقوق بشر در او زمان در کجا بودک؟ حقوق بیان در او زمان در کجا بودن؟ آزادی بیان در کجا؟ شما ببینید در همین مدتی که از خانم ها که میخواستن خانم ها را رشد بتن بردن، همین کسایی که اون روز صدا میکردن در قسمت که ما مبارز هستیم، کجاست امروز فوزیه کوفی و بارزه و امثال ها دیگه کسای دیگه فرید ناهید فرید و فلان کسای را که تمویل میکنن تجربه میلیون ها دلار بر زونا دادن بخاطر خانه امن که ساخته بودن به نام خانه امن که ما در اونجا مثلا تفتیش که در رسانه ها برامند که خانه امن نیست خانه فحشا است یونما در اون زمان در کجا بود در کدام زمان بود وقتی که در پانتون کابل در ابو زمان در پانتون کابل وقتی که دختر سرش تجاوز شده در دالیز در فاکولته طب در اونجا عزوف کرد افتیدک در اونجا اشرف غنی رئیس پانتون کابل بود که زوف کرد افتید مرد کدام حقوق بشر در او زمان وجود داشت در او وجود داشت دوست عزیز ما وقت شما من مبری نمیگم که یوناما شما ولی یوناما من پیش روی خود میگم وقتی که ما حاضر شدن در قسمت انتخابات جناب بزرگوار دو تن از خانم‌ها اگه خواسته باشن به مسئولیت خود منام شد از خاطر مسائل فامیلی و اخلاقی نمیگیرم دو تن از... نه اجازه لازمم نیست دو تن از خانم‌ها به من چی نماینده یوناما گفته که از پیش من رئیس کمیسیون نوچی یک کسی دیگه خارجی تقاضای نامشروع کرده گفته شما رو ما به چی میارم به انتخابات میارم وقتی که به 18 رئیس رفت یک دختر یک نطاق بود اگه میخوای اشاره میکنه کسایی که میفهمن بفهمن به خاطر نام کل مردم به 18 رئیس اورا به چی رسیدن فضلی به چی رساندک به پارلمان رسیدن جناب فضلی رسند. وقتی این مثلا در ریاست جمهوری ای از منه در ریاست جمهوری ریاست جمهوری که گفتن که ارگ ریاست جمهوری به فحشا به میخانه تبدیل شده به فحشا خانه تبدیل شده آیا حرف ممتاز است یوناما در کجا بود ملل متحد در کجا بود شما وقتی این حرفا رو درست میشنوین یعنی ممتاز چی گفته از خاطر مثل فحشا میگه باور کنین کسی به نام علما خاطر جنایتکارا نامش گرفته شوه اگر دعوا میکنه سر ما دعوا کنه کسی به نام یاور بود معین اداری وزارت اطلاعات معین اداری وزارت داخله وقتی که ما در اونجا رفتیم از پیش تحقیقات صورت میگرفتیم 400 خانم روان کرده بودند در ترکیه به خاطر تحصیل تعلیم روان کرده بودند پس دوباره به احصائیه که ما گرفتیم 720 نفر پس دوباره برگشت کرده بودند یک طاقت خود از اینجا آورده بودند و از اینجا اینمی شخصیتی که وظیفهشان با یونما چی بوده در اون زمان ما همین فساد رو ما دوست عزیز برتون خدمت رو عرض کنم قهرمان ها چی بود؟ تا زمانی که سگ چی را تعلیمی را برای ما آوردن 70,000 دلار 81,000 دلار سگ تعلیمی را برای ما فروختن در اون زمان دلار فروختن سگای تعلیمی که اینجا آمد مخدرات زیاد شد شما خود دیدین که افغانستان در مخدرات زمانی که این مشاورین بی سواد از چی آوردک بچه مختوم رهین میگه پدر ما دوست بودک
او بی از گارسون اینجا آوردن، وزیر اطلاعات فرهنگ ساختن. میفهمی چی کار شده؟ بی‌سوادی زیاد شد، جهل زیاد شد، فساد زیاد شد، رشوت زیاد شد. شما اینا از یونما شما یاد میکنید. تشکر آقای ممتاز. وقفه کوتاه. ادامه برنامه تحول باز هم خوش آمدید آقای مبلغ. بیایم بس را جمع‌بندی بکنیم. در طول همین 20 سال چه کارهایی را یوناما میتونست در افغانستان انجام میداد که نداد و چه کارهایی را نباید انجام میداد که داد و حالا مسئولیتاش چی است؟ ببینید، بعضی از صحبت‌ها جنبه حقوقی داره، من فکر می‌کنم جایش مدیا نیست. اگر اسناد کامل وجود داشته باشه اینا باید به محکمه مراجعه شود. و اینه که تماماً به این شکل مطرح کردنش را من موافق نیستم. به هر صورت بحث یوناما اینه که چه کارهایی را میتونست انجام بده که نکرد و یا چه کارهایی را انجام داده که قابل تقدیر هست، من فکر میکنم به عنوان یک مؤسسه، یک نهاد بین المللی، یعنی شاخه سازمان ملل در افغانستان، یک دفترش بفهمید در افغانستان بود، یک دفترش در ایران فعالیت میکردن و اینا در بخشای مختلف هم کار کردن به همون شکلی که من خدمتتان عرض کردم، چه در قسمت توسعه ظرفیت‌های انسانی برای افغانستان، چه در قسمت بالا رفتن رنکینگ بهداشت و نجات از فقر و درخ سواد و مسائل از این دست. بخش سیاسی یوناما انتقادات برش وارد است. یک بحثی که نظارت از انتخابات های گذشته افغانستان مستقیما به دوش یوناما بود، هم به عنوان تمویل کننده هزینه انتخابات و هم به عنوان نهاد بازرسی شفافیت انتخابات، که متاسفانه من فکر میکنم بعضی جاها مصلحت اندیشی ها و شاید لابیگری های قدرت های کلان باعث شد که اینا اون چیزی را که واقعا در قسمت شفافیت انتخابات کار میکردن کار نکردن. انتخابات های ناقص و متاسفانه پر از شبهه و شبهات افغانستان بود که دموکراسی نوپای افغانستان را به اصطلاح به گل نشاند و مردم را ناامید کرد. در این قسمت نقش یوناما قابل نقد هست. نقش دیگه ای را که یوناما امروز بازی میکنه باز هم از دیدگاه کارشناسا مورد نقد هست، به دلیل که یوناما باید بازتاب دهنده شرایط و وضعیت مردم افغانستان به جامعه بین المللی باشه. اما رئیس فعلی یوناما در دیدارهای مختلف را که با مقامات حکومت طالبان از جمله آقای متقی داشتن، متاسفانه من فکر میکنم در انعکاس وضعیت فعلی جامعه افغانستان کوتاهی کرده. حداقل باید یوناما مسیر را انتخاب میکرد که جامعه بین المللی میتونست یک تصمیم شفاف را نسبت به مشکلات را که در افغانستان وجود داره انجام میداد. در بولد کردن بعضی از نقاط و فراموش کردن بعضی از مسائل مهم دیگه هم من فکر میکنم که یوناما نتانسته که پنج ترازو را تعادل را رعایت بکنه. در حالی که به قول شما بحث زنان بحث مهمی هست، اما ما مسائل مهمتر را هم داریم. ما ترس ما از ایجاد به وجود آمدن یک آنارشیزم، از بین رفتن نهادهای حکومتی که با خون دل خوب یا بد، ما میفهمیم که مشکلات وجود داشته، ما میفهمیم که فساد وجود داشته، ما میفهمیم که بعد یا نورچشمی تر بودن، ما میفهمیم که یک مافیای اقتصادی در طول 20 سال گذشته متاسفانه به شکل خانوادگی ثروت‌های مردم افغانستان را غارت کردن. تمام اینا را مردم افغانستان میفهمه. اما بحث امروزی که ما داریم این هست که در شرایط فعلی ما چه میتونیم برای مردم افغانستان بکنیم؟ آیا با تکروی، با حکومت تک حزبی،
با در افتادن با مجامع بین المللی، با سیاه نمایی نهادهای بین المللی ما میتونیم کار خود را پیش ببریم؟ من فکر میکنم نمیتونیم. ما نیازمند به ای هستیم که به یک فهم متقابل با مردم افغانستان و جامعه بین المللی دست پیدا بکنیم. بعضا خودگذری نیاز هست جناب آقای سخیزاده. ممکن هست اون چیزی را که با وجود میاید دقیقاً 100% مطابق خواسته های من نباشه، اما به خاطر مصلحت کلانتر ما باید از خودگذری داشته باشیم، سلیقه های دیگر را بپذیریم، به نداهای دیگر پاسخ بدیم تا بتانیم از یک فروپاشی مجدد جلوگیری بکنیم. سپاسگزار هستم آقای مت. آقای مبلغ، آقای مت چی باید کرد؟ راه حل چی است که حداقل اشتباهات گذشته، پروفاشی های گذشته تکرار نشه؟ زه خدایم چې ملل متحد به خپل استقلالیت په عمل کې ثابت کی، او دا اوس چې کوم حقایق افغانستان کې دی هغه د نړیوالو غوږو ته ورسی او په تیرو بده اعتراف وکړي چې موږ داسې وي. زه یو څو هغه وایم، زه ممتاز ته هم چې دونه غوسه کېږه، ځکه شلو کلونو کې افغانان بشر نه و، نه ته بشر وې نه د افغانان. دا نونس مشت کېږي چې افغانان بشر شوه، در 20 سال افغانان بشر نه بود، علی بشر شوه. یک ګب حقوق زن ده 20 سال نبود، علی ده 19 سال حقوق مرد و زن شده. دویم رئیس و پدراسون پورتبال که ده ملیزه رفت، بخاطر زی میگم که شما شنیدی یا گپای دخترها و چیز که رئیس پدراسون چی کردم رئیسی که حقایق اگه ما نمیگویم تمام دنیا خبر است. وزیر صاحبای مخابرات که از یک قوم غیر عزتمن قوم است، به او منصوب است، او خودش نگفت. صوتش به شما سبا بیارم که از ما جنسی تقاضا شد، اگر می خواهی که در وزارت خود باقی مبانی جنسی تقاضا از ما شد. خو از یک غیرتی قوم است، نامشالی نمیگیرم. او وظیفه را چکت شما تمام خبر است. امریکایان خپل دولس ترجمانانو سره جنسی تیرې پیوکاو چې شپه خانو ته ورسېدل. زه خپل یو ته لاړ ما دیدل لپاره چې ورته چې بیا ترجمانی کوي په غور ته راوړې یو ته لاړ ما، او دیو جهادي کس پلار ډیر غټ هغه او ما ورته لڅګې بیا خیرات هم کړو. دا خیرات چې کړې چې خدای زوی منو دونه جنسی تیرې پی کړو یو نامال ته چیرته و زر زر کسانو ته. ممتاز صاحب جنکیو ته افغانان نه وي، د نور ملکونو مننه نه اخرم راول سوی افغانای لباس به ورتا چاو او نیمه بربندی به ګرځیدل چې افغانانو کې دغه بی حیايي ترویج کی. افغانای خزی به یو یو اکثره نور نه راول سوی په تنخواګانو زر زر ډالر تنخوا ورکوله. مرد امره مرد امره بچا دس بدس میګرفت د پارکا میګر و د شارې بزرگ گشت گذر میکد. زه مبلغ صاحب مجبور ګڼم او معذور ګڼم، بیچاره به مشکلات لري او کنی هغه پیږي چې وای 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 شپه د خمنې پشمار دی، هر څوک پیږي چې غوا توره پې سپینه دم پیږي. بس یک بس حقوقی از باید در محکمه گفته شوه، محکمه ازی که محکمه وای چې قاضی دی وای داود چې قاضی سره رسی به بچا سره هغه کوي چاته ورسو هغه خپل او دا دالوی قدرتونه هم دغه یو نامات چاته عریضه کوي. مبلغ صاحب ته راوخه چاته عریضه کوي. مبلغ صاحب دا دغه کمی خبرې چې ما ممتاز صاحب وکړي، مزمل صاحب دی، مبلغ صاحب دی، دوه دانیو کې چې سبا دی هم دغه کیسه تل بیرته را شړی کنه. لا مو ځکه وایم چې معذوري غنم کنه، غیرتی مسلمان سړی دی، نیک سړی دی، په زړه کې خپېږي خو مشکلات لري. زبام تکرارن ممتاز صاحب ته وایم چې په سالم نقد چیرته چې دی فارسی وګوم د کجا کې از سالم انتقاد دروازیش بند شو، د وجه دروازی فساد و تونت خلاص میشه که دروازی فساد خلاص شد و نظام ختم میشه. د وقت کمونستا که روبل بود و روسا بود یا کنیم لک فوج بود، خو انتقاد بند کده و پولی چرخی و زندانه با ایجای از اسیرای افغانا بند بود، انتقاد نمی پذیری، جمهوریت نمی پذیری، چل چلاش ملک بود تباه شد. ما کیستیم اسلامی امارت؟ اگر ما سالم انتقاد نپذیریم ما مره ما می توست مثل سابق حکومت کی بود. خو ما دل ما دروازه ما خلاص است، کدام کس که با سالم انتقاد او را تهدید میکنه او عضو امارت نیست، او دشمن امارت است، او دشمن افغانستان است، او دشمن افغان است، او باز جنگ دهی جمعه. ما میگویم که ما با جن لعنت میگویم هر کسی که جنگ با افغانستان میاره، ما سری زون لعنت میگویم ولو که خود ما باشیم. سپاسگزار آقای مت. آقای ممتاز کوتا، اگر شما اشارات داشته باشین، فکر نمیکنید که متهم کردن یک قشر خاص، آن چی که آقای مبلغ هم گفت، اگر شما اسناد دارین باید به محکمه رجوع شوه و راه های قانونی باید پیش گرفته شوه؟ خیلی چیست ما میتر بود که جناب بسروه یک مرحله چی بودم، استاز در خارج و در داخل استاز بودم، استاز پانتون استاز ها زیاد تمرکز میداشته باشن سای تیوری ها
مبانی و اصول گپاست. ولیکن بعضی وقتای تو را هست که در افغانستان گپاست که مثلا محکمه بیشتن در اون زمانی که دموکراسی میگفتن جمهوریت بود، شش مرتبه خوب با حضور شما ما بند زندانی شدم. دوسیه ما دنیا را چی گرفتن؟ اما وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت مخدوم رهین فقط به خاطر ازی که ما گفتم که 27 رمضان تو چرا رقاصی تاجیکی رو جاوردی در وشه لیلت القدر کنسرت گرفتی، ما را به زندان رکت، به نپاله ها رو چی کردن، اختطاف کردن. درست است یار جناب بزرگوار، به قسمت ای که ما در او زمان اگر ما این حرف عالی میگفتم شاید اکتیداد جمهور مردم میگفتن که ممتاز کسی است که یک نفر منافق است و چاپلوسی میکنه در این وقت و این زمان. ممتاز ما در وقت این معنی از این است که ما او یک طرف وقت انتقاد میکن در او زمان انتقاد میکردیم. اثبات یک چیز نفی دیگر معنا نداره، به خاطر از که ما انتقاد میکنیم این طرف آلی مسئله همین پول، مسئله پول یاد میکنم یونما رو میگن همین پولی که میاید 40 میلیون کسی تحقیق کرده این پول است، خیلی یک پول مرموز مشبوه، خیلی زیاد پول استخباراتی است. در عقب از این هزارها فساد، هزارها باجگیری در اینجا نهفته است. یک کس نمیفهمه بری صاحب یه موضوع که حالا فعلا امریکایی های پول میتن روان میکنن، جناب مبلغ صاحب عنوان کردن از لطفا اگر یک شخصیت تحقیقی است برای ما امیر بیان کنه، تو خود بیرون هستی موضوع درک میکنی، باید بیان کنی که پول بساس چی روان میشه در افغانستان، به کجا مصرف میشه، چه رقم مصرف میشه، همچنان دیگه پولایی که میایه باید این موضوع ثابت شه. موضوع دیگه هم که بسیار مردم احمق گرفتن اون مسئله است، امیر عنوان میکنه که سوال پول پشتیبانی افغانستان که هست 6 میلیارد است، چند میلیون است، استاب زورم دقیق هیچ کس نمیفهمه، میگه سبب اگر بیا روزگار افغانستان گل گل باران میشه، او بیا در این ناکامی اقتصاد تا نه این بدبختی را اقتصاد سری او پول پشتیبانه نکن، او پول پشتیبانه است نه به خاطر استهلاک روزمره. دوست بس دور نشیم، بس دور نمیشم، ولی که ما را بعضی افکار از پیش ما اختطاف میکنن، دوستی میکنن، مردم گل بزنن. در 20 سال اگر چنین بوده پس حال راه حل چی است که همین اشتباهات تکرار نشه چی باید کرد؟ بسیار خوب شما گفتین. اولی این کاری سر ما که ما به امارت اسلامی میگم، به تحریک طالبان میگم، والله والله بالله میگم ما که یک شهروند افغانستان هستیم، دلسوزی به یک کشور دارم، دلسوزی به یک کشور دارم. شخص اینجا شاهد است که از دوره طفولیت و جوانی ما به خدا قسم است که مجاهد بودم، مبارز بودم، در سنگرای داغ جهاد بودم، در اون زمان بودم، در زیر قمانده اعظمی آدم بودم، در اون زمان در سخت‌ترین چکه بگویه بود، ما مبارک هم از اون لعنت میگم، ما از خاطر آزادی افغانستان خون دادیم، جوانی خدا به این افغانی صفیه مصرف کردیم. حال دیست امارت اسلامی افغانستان میگم، اینو میگم که اشتباهات 100 ساله کثیف تاریخ افغانستان رو تکرار نکنین، نقطه پایان بگذارن به وقت نقامجویی، نقطه پایان بگذارن به تعصب و قومگرایی، نقطه پایان بگذارن به ظلم و بدبختی که در علیه خانوما است. من یعنی میاله برای امارت اسلامی افغانستان شما عدالت میکنین، خدا قسم است که شما دفاع میگوین شعار میکنین چی امیر المومنین است، دو سال مکمل میشه که یک خانم به خاطر میراث خود در محکمه میده و کسی نیست به چیز جواب بده. وقتی شما حقوق خانوم ها مسئله نیست که یونما یاد کنه، حقوق خانوم ها این نیست که ملل متحد یاد کنه، حقوق خانوم امریکا یاد کنه، حقوق خانوم ها است شما به عمل هم به اثبات برسیدن که شریعت قرآن محمدی چی میگه، عمر بن خطاب چی میگه، در چی میگه. شما وقتی عدالت میخواین ما عدالت میخواییم جناب بزرگوار، ما شهروند افغانستان هستیم، ضرور نیست که من به طالب بوده باشم، ضرور نیست که مفکار طالب داشته باشم، تشکر. ضرور نیست که مفکار غنی و رولا غنی رو داشته باشم، ولی من یک شهروند افغانستان مستقل هستم، ما وقتی که صحبت میکنم از درد مردم صحبت میکنم. سپاسگزار مهمانان بزرگوار، تشکر و ممنون که بیننده برنامه تحول بودید. تحول در همینجا به پایان میرسد. خدا با نگهدار.